بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله. اگر برای مسح سر و پا رطوبتی در کف دست نمونده، وضو گرفتم، حالا میخوام مسح بکشم، تابستون، حرارت هوا آب دست من خشک کرده، آب ندارم، میتونم دستم بزنم تو حوض تر کنم؟ نه. باید چیکار کنم؟ باید از محاسنم قرض کنم. محاسنم آب داره، ابرو، محاسن. اگر به اندازه مسح سرم آب داره اما به اندازه مسح پام نداره، با اون آبی که به دستم هست سرم رو مسح میکنم، وقت برای پامو اینا از محاسن و ابرو قرض میکنم. بیخورده نگاه کنید، اگر برای مسح رطوبتی در کف دست نمانده باشد، نمیتواند دست را با آب خارج تر کند. بله، نمیتونه. بله، بلکه باید از اعضای دیگر حضور رطوبت بگیرد، که حالا مرحوم آیت الله خونساری ببینه احتیاط واجب اون است که از خصوص تری ریش یا ابرو که در محاذی صورت می باشد رطوبت بگیرد. در رساله نوشته از جای دیگه هم میشه، از اعضای صورت، ولی بعضی احتیاط میکنن که فقط از محاسنش آب بگیره، از ابروش آب بگیره. آب خارج نمیشه با آب خارج مسح کنه. یه مسئله، اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد، احتیاط واجب آن است که سر را با همون رطوبت مسح کند و برای مسح پاها از اعضای دیگر وضو آب بگیره، یا از محاسنش یا از ابروش. این اختلافی شد. پس بعضی مراجع قائلن که آب رو از اعضای وضو دیگه میشه قرض کنه، ولی بعضی هم مثل آقای خونساری نظرش میگه فقط از محاسن و ابرو میتونه آب بگیره، از صورتش نمیتونه. اینو باید رساله مرجعتون مراجعه کنید، ببینید مرجع شما چه فتوایی داره. اگه براتون یه وقتی تابستونا اتفاق بیفته، گاهی میشه آدم مسح سرش که میشه، برای مسح پا دیگه آب دستش نی. مسائل مورد احتیاجه که آیا از اعضای وضو مرجع شما اجازه میده آب بگیری، یا حتما باید از ابرو و محاسن آب بگیری. این اختلافیه. بله، همین مقدار مسئله بشه. صلوات الله بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره سه کار باید بکنه. من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه، اول مهمونش رو اکرام کن. حتی یه حدیث داره، ولو کافره امروز اومده خونه شما باید اکرام کنیم. غذای خوب، رخت خواب خوب، اتاق خوب، حدیث شالون پایین میخونیم، اکرم شیخ و امکان کافر را، اکرم ضیف و امکان کافر را. برای یه کافری حالا اومده خونه گیرش نیومده، اومده در خونه شما رو زده و شما هم تعارفش کردی، باید اکرام کنیم. اسلام چه دستوری اخنی؟ این گرمی شما با این کافر، این کافر مسلمون میکنه. بله، پس کسی که ایمان به خدا و رسول داره، فعل یکرم طلب ها میدونن، فعل امره. چرا فعل میخونم؟ باید لی یکرم بشه، چون قانون اینه اگه سر فعل امر لی یزرب فیدرات فعل میخونن، فیدرات فعل میخونن، اون لامو ساکن میخونن. اینجا هم فعل یکرم ضیفه. چرا ضیفه و منصوبه؟ مفعوله.
باید اکرام کنه مهمانش را. این یک. حالا یه تفریح هم بکنیم. یه کسی میخواست به مهمونش خیلی احترام کنه. بعضی مالش هم خوب نبود و گفت که حالا مهمون اومده برم برایش نون پنیری تهیه کنم. نداشت پلو بپزه. رفت خونه بقالی پنیر بخره، گفت پنیر داره، گفت پنیر دارم از کره بهتر. وقتی گفت از کره بهتر، این گفت لاغو کره بهتره که این میگه پنیرم از کره بهتره. خوبه کره بخرم برای مهمون. رفت پیش کره فروش، گفت کره داری؟ گفت یه کره دارم از روغن بهتره. گفت معلومه شه روغن بخرم بهتره. رفت روغن بخره، گفت روغن داری؟ گفت یه روغن دارم از روغن زیتون صافتره، مثل روغن زیتون. گفت برم روغن زیتون خوبه بخرم. رفت روغن زیتون بخره، گفت روغن زیتون داری؟ گفت روغن زیتون دارم مثل آب زلال. گفت عجب، خودم که آب زلال دارم خونه. رفت یه کاسه آب با نون و گذاشت جلوی مهمون و قصه‌ام تعریف کرد. اون مهمونه از ساده لوحی صابخونه تعجب میکرد که چقدر این بنده خدا صافه، نون آب به مهمون داده و خیال میکنه پلوی قرمه سبزی داده، پلو خورش داده، چون گفته روغن زیتون دارم از آب زلال مثل آب زلاله. اینم صابخونه‌ام گفت ما که آب زلال داریم، برم آب زلال بذارم. یک کاسه آب آورد و با نون گذاشت جلو مهمون بیچاره. حالا اینم دیگه اینجوریش میرسیده، اب نداره. هر کی هشیش میرسه، یکی سه امیرالمومنین سلام دعوتش کرد. آقا فرمودن میام خونت به یه شرط، و شرطش اینی که از بیرون نری چیزی بخری، زن بچه تو بهش تحمیل نکنی، چی درست کن چی درست، هر چی حاضر اومده است بیاری برام. گفت چشم. چقدر خوبه اگه اینجوری بشه مهمونی ها زیاد میشه ها. به زنت بگو سالاد درست کن، مرغ درست کن، چی درست کن. بدبخت زنه بیچاره چقدر گرفتار شد. اینی که گفت به شرط خونت میام که هر چی حاضر اومده تو خونه داری بیار، از بیرون هم خرید نکن، به اهل بیت خانوادت هم زحمت نده. قول داد، حضرتشی بردن. یه دفعه هم احمد کوفی آقا رو دعوت کرد، گفت که آقا یه منزل نوعی خریدیم، دلم میخواست شب اول ولیمه بدم، تشریف بیارین. فرمودن کیا هستن غیر من؟ گفت این دوله، وسوق و دوله، وقت دوله نبود، من میگم یه مش از رجال کوفه و پولدارا رو دعوت کرده بود. به حضرت گفت من اینا رو امشب دعوت کردم شما. حضرت اینطوری کردم، علی جایی که فقیر نباشه نمیره، علی جایی که فقیر نباشه نمیره. یه شب که فقرهای کوفه رو دعوت کردی، همون شب من رو دعوت کن، من نمیام اون شب. امشب پولدارا رو دعوت کردی، من نمیام. وقت یه شب فقرهای کوفه رو دعوت کرد، حضرتشی بردن. اینا شنیدنی، این حرفا خیلی به درد میخوره. اینا همش اخلاقه که آدم اینطور خاکی باشه. امیرالمومنینی که دنیا الان روش داره حساب میکنه، خارجی ها، امام علی کتاب نوشتن، خارجی ها تازه امیرالمومنین شناختن بیش از ما. کتاب امام علی کتابایی نوشتن درباره شخصیت امیرالمومنین. نهج البلاغه به چند زبان ترجمه شده و کتاب نهج البلاغه رو داشته باشید، همه باید داشته باشید، ترجمه هم شده، تهیه کنید، روزی یه چند خطش رو بخونید، ببینید کلام امیرالمؤمنین چه کلماتی داره، چه موعظه هایی داره، چه نصیحت هایی داره. پس تیکه اول حدیث چی بود؟ کسی که ایمان به خدا و رسول داره باش کار کنه، فلیکرم ضیفه، مهمونش رو اکرام کنه، حالا مهمون هر کی باشه. دوم، و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. کسی که ایمان به خدا و پیغمبر داره همسایش اذیت نکن. یه روایت داره رسول خدا فرمودن اینقدر جبرئیل راجع به همسایه با من صحبت کرد، سفارش کرد، که من خیال کردم همسایه از همسایه ارث میبره، یعنی حق عظیمی داره همسایه. لذا یه روایت داره که اگه همسایه شما مسلمونه قوم خیشتم هست، سه حق. اگر همسایه مسلمون هم و قوم خیش نیست، دو حق. اگر همسایت مسلمون نیست، قوم خیش هم نیست، یه حق. سه جور همسایه ما داریم. یه همسایه است که فامیلته، عموته، خالته، عمته، ما
مسلمان هم هست. چند تا حق باید مراعات کنی؟ سه تا. اول حق الاسلام، چون مسلمانه حق الاسلام. دوم حق القرابه، چون قوم خویشه باید بیشتر بهش خوبی کنی. حق القرابه. سوم حق الجوار، همسایه است. اما اگر قوم خویش نیست، مسلمانه، دو حق، چون مسلمان حق الاسلام، چون همسایه است حق الجوار. و اگر مسلمان یه حق باید مراعات کنه، همسایه ولو یهودیه، اما نباید بچهش توپو بندازه خونه او، سنگ بندازه تو خونه او، باید سفارش کنه. حتی خرمالو داره، یه بشقاب برفسه، آش میپزه، یه بشقاب بده، گوسفند میکشه، یه مقدار گوش به اون بده، حق رو مراعات کنه، حق الجوار. پس این حدیث حفظ کردیم. اگر فامیل بود، مسلمون هم بود، عرض کنم که همسایه هم بود، چند حق؟ سه تا. حق الاسلام، حق القرابه، حق الجوار. اگر مسلمان بود و همسایه بود، این قوم خویش نبود، دو حق، حق الاسلام و حق الجوار. یه وقت از قوم خویش هم نی، مسلمان هم نی، یه حق، حق الجوار. حق الجوار این که اونا رو اذیت نکنی، اون همسایه باید از شما راضی باشه، به جوری که یواش یواش به اسلام گرایش پیدا کنه، بگه این مسلمان چقدر مراعات ما رو میکنه، چقدر مراعات میکنه، چقدر مراعات. اینا دستورات اسلامی که عمل بشه تمام دنیا مسلمان میشه. باید ما جوری بکنیم، مخصوصا روحانی طلبه، ما باید روحانیون یه جوری باشن که مردم علاقمند به اسلام بشن. اگه یه روحانی تو صف اتوبوس نره وایسه، بیاد بره اون جلو، زودتر بره بالا، خب همه بد میگن. یکی بلند میگه عاشق برو تو صف، چقدر بده. دعا کنی خدا همه رو هدایت کنه، همسایه قدر همسایه رو بدونه و صداشو بلند نکنه، سنگ نندازه، توب نندازه، خیلی مراعات کنید. اینا حدیث من میگم، حاشیه اگه میرم. پس حدیث اولی اون چی بود؟ کسی که ایمان به خدا و پیغمبر داره، اول یکرم ضعیفه، حفظ کنید، مهمون شکرام. دوم من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلا یؤذی جاره، همسایه‌ش اذیت نکنه. بله. سوم من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلیقل خیرا او یصمت، هر کی ایمان به خدا و رسول داره یا حرف خوب بزنه، اگه حرف خوب نمیزنه ساکت باشه. میخواد غیبت کنه، میخواد دروغ بگه، بابا تو که حدیث بلد نیستی بگی، موعظه بلد نیستی بکنی، چرا بی خودی حرف مردم رو میزنی؟ بدتر گناه میکنی. اگه بلدی حرف خیر بزنی تو مجلس، یه حدیث بگی، یه مسئله بگی، مردم رو با خدا آشنا کنی، بسم الله صحبت کن، صحبت کن. اما اگه بلد نیستی، یسمو، ساکت باش. کسی که ایمان به خدا و رسول داره باید یا حرف خیر بزنه، فکر کنه اگه این حرفی که میزنه حرف خیره، دردی رو دوا میکنه، بزنه. اگه نه ساکت باشه، اقلا ساکت باشه. بله، ساکت باشه به گناه بر نمیخوره. انسان اگه ساکت باشه به غیبت، روایت داره کسی که ساکته نزدیکش برین، حکمت از او بیاموزید. کسی که کم حرفه برید پلوش بشینید، از او حکمت بیاموزید. این پر حرف زنا غالبا به گناه برمیخورن، زیاد حرف میزنن، گاهی به غیبت و درو. خدا به همه ما توفیق بده. اون حدیث هم که میخواستم بگم زمیمه اینه، خدا به حضرت داوود وحی کرد، یا داوود اکرم الجار و انکان کافرا، اکرم شیخ و انکان کافرا و اکرم ذئب و انکان کافرا. این هم معید حدیث بالا، اکرام کن داوود پیغمبر همسایه رو ولو همسایت کافره، اکرام کن پیرمرد رو و انکان کافر. یه پیرمردی توی خیابون ریش سفیده، ساکش رو نمیتونه ببره، بگی ازش کمکش کن تو در ماشین ببر، اکرامش کن، بله زیر بغلش رو بگیر، کافره اما باشه، چون پیرمرده اکرم شیخ و انکان چی؟ کافر. اینا دستورات اسلامه. بعد دیگه اکرم ضیف
و انکان کافر ها، مهمان هم اکرام کن ولو اینکه کافر باشه. خدا به همه ما توفیق عمل به این احادیث مرحمت بفرماید و صلی الله علی محمد. الله 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 الله